آیا واقعا انقلاب باعث جنگ داخلی و تجزیه میشه؟ یکی از قدیمی ترین و مستهلک ترین ترفند دیکتاتورها برای اینکه مردم رو از تظاهرات و انقلاب بترسونن اینه که بدونین اگه انقلاب کنین امنیت از بین میره، جنگ داخلی میشه، اصلا مملکت تجزیه میشه. البته باید پرسید منظور از امنیتی که جمهوری اسلامی مدعی برقراریشه چیه؟ هزاران اعدامی، مفقود شده ها، شکنجه شده ها، کتک زدن جوونا و دستفروشا و زنها توی خیابون، بساط دار و شلاق وسط میدون، این همه دزدی و اختلاس و بالا کشیدن پول مردم تو روز روشن. راستی میشه تو ایران احساس امنیت کرد؟ بنجامین فرانکلین میگه ملتی که آزادی رو فدای امنیت بکنه نه به آزادی میرسه نه به امنیت. در مورد توهم تجزیه شدن ایران هم باید بدونیم اون چه که باعث نارضایتی اقوام ایرانی از ترک و کرد و بلوچ و عرب شده همین رژیمه. وقتی حقوق مردم دوبله خورده میشه، یک بار به خاطر ایرانی بودن و یک بار به خاطر ملیتشون، وقتی به زبون و فرهنگ و دین و مذهب و سنت‌هاشون بی احترامی میشه، خیلی طبیعیه که برانگیخته بشن. به لحاظ علمی وقتی عامل یک پدیده رو حذف کنیم اون پدیده از بین میره. بله، بدون این رژیم مردم ایران متحدتر میشن نه متفرقتر و تجزیه. به این ایمان داشته باشید. شورشگران رو از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.